قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و مبرم خطابه العظیم اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. هدیه محضر مبارک بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. پیشا پیش شهادت مولا الکونین آقا ابا عبدالله الحسین و اصحاب با وفایشون را خدمت حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا و شما شیعیان اون بزرگواران را تسلیت میگویم. و اما یه بحث خیلی کوتاه انشاءالله و عرایزم رو خاتمه میدم و اون این است که در دعایی که میخونید اللهم اجعل لی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، ما از خدا اینجا خواهش داریم، درخواست میکنیم خدایا ما را با امام حسین علیه السلام هم قدم کن. قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین، اون راهی که امام حسین علیه السلام رفتند ما هم اون راه رو برویم و ادامه بدیم، اون راهی که اصحاب امام حسین رفتن، اونهایی که خونشون رو اهدا کردن به آقا امام حسین علیه السلام، اون راهی که اونها رفتن اون راه رو ما هم انشاءالله بریم. این دعا و این خواسته مهمیه که شاید هدف از این انقلاب خونین آقا ابا عبدالله همین باشه که ما هم اون راهی که اونها رفتن بریم. حالا برای نمونه یک گوشه‌ای از اون راهی که آقا امام حسین سرور آزادگان جهان رفتن عرض کنیم، این جملاتی است که حضرت شب عاشورا فرمودند. قرار است که جنگ بشه، آقا امام حسین علیه السلام مهلت خواستند که اجازه بدید امشب رو ما جنگ رو تأخیر بیاندازیم تا فردا. یعنی فاصله بین این مطلب و شهادت امام حسین مثلا دیگه حد اکثر یه 20 ساعتی بود. میدونید بقیت العمر فرمایش مولای متقیانه، بقیت العمر لا قیمت لها، هر مقداری از عمر انسان که باقی مونده باشه ارزش داره و ارزشش انسان نمیتونه تعیین کنه که چقدره. عمر ارزش داره، مخصوصا اون مقداری که از عمر انسان باقی مونده. حالا اگر به من بیان بگن چند ساعت دیگه روح از بدن پرواز خواهد کرد، مهلتت همین مقداره، من چه بکنم؟ چه
چه عملی انجام بدم، چه راهی رو طی کنم که از این فرصت کوتاه استفاده کنم. آقا امام حسین فرمودن خدایا تو میدانی که انی احب الصلات و تلاوت القرآن و دعا و الاستغفار. خدای تو میدونی من چهار چیز رو خیلی دوست دارم. یکی نمازه، دوم تلاوت قرآنه و سوم دعاست و چهارم استغفار. مهلت گرفتن در این شب برای انجام این چهار تا عمل. اگر از این چهار عمل چیزی بهتر بود، در این تتمه عمر آقا امام حسین از خدا طلب می‌کردند مهلت خواستند برای این چهار چیز. چقدر باید این چهار چیز اهمیت داشته باشه که برای این ساعات آخر عمر آقا اینها رو انتخاب کرده باشند. شیعیان امام حسین باید به این چهار نکته توجه کنند. اول نماز، از صلات قربان و کل تقی. هر انسانی که با تقواست برای تقرب و نزدیک شدن به خدا از نماز باید استفاده کنه. قربان و کل تقی. میدونید مهمترین کارها این است که انسان بتونه خودش رو به خدا نزدیک بکنه. انسان از خاکه و یک موجودی است که بی ارزشه. باید وصل کنه خودش رو به نامتناهی. خدا کجا؟ ما کجا؟ مال تراب و رب الارباب. فاصله خیلیه، ولی برای تقرب بهترین وسیله نمازه. بزرگان ما از پیغمبر خدا گرفته تا علمای بزرگ ما مشکلی که پیدا می‌کردن می‌خواستن دعا کنن نماز می‌خوندن اول، که این دو رکعت نمازی که مثلا می‌خونن اینها سبب بشه که تقرب پیدا کنن تا دعاشون مستجاب بشه. یه قصه ای رو نقل می‌کنن از مرحوم حجت الاسلام شفتی. یه کسی بود، این آدم خوبی نبود، مشروب خوار و قمارباز و آدم فاسدی و عیاشی و محله رو آلوده کرده بود. مرحوم کلباسی تصمیم میگیرن به عنوان نهی از منکر این انسان یه مقداری جلوگیری کنن از حرکاتش، اعمالش. این دشمنی پیدا میکنه با مرحوم کلباسی، تصمیم میگیره یه ضربه مهلکی به مرحوم کلباسی وارد کنه. خوب دقت کنی، میاد خدمت ایشون میگه من میخوام توبه کنم. ایشون خوشحال میشن، میگن بسیار خوب، و میان زمینه رو مساعد میکنن برای اینکه این توبه کنه. بعد میاد تو مسجد و تو صف اول تمام شبها جانمازشو پن میکرده، نماز میخونده، واجب، نافله، خیلی با خضوع خشوع. یک سال از این قضیه میگذرد. همین شخص میاد خدمت مرحوم کلباسی میگه من یک سال توبه کردم، دلم میخواست یه تشویقی از من میکردید و تشویق من این است که یک شب تشریف بیارید منزل ما برای شام. مرحوم کلواسی هم قاعدشون این بوده که هر کس دعوت میکرده نوکر ایشون هم دعوت میکرد میبردن.
ولی اگر از نوکرشون دعوت نمی کرد تنها می رفت. اون می دونست این قضیه رو، نوکرشون رو دعوت نکرد. شبی قرار گذاشتن که مرحوم کلباسی برن منزل این شخص. میرن نوکرشون هم که خب طبعا نبوده با کمال اطمینان خاطر. وقتی مرحوم کلباسی وارد منزل این شخص میشن، در رو میبنده و قفل میکنه و ایشون رو راهنمایی میکنه به فلان اتاق. وقتی وارد مهمانخانه میشن، ببینن سفره مفصلی انداخته، تمام الوات و عیاشا و نمیدونم قماربازارم دعوت کرده، سفره مشروب مفصلی پن کرده و آلات لهو و تشکیلات. میگه میخوام امشب با هم خوش باشیم که تلافی اون درگیری های مرحوم کلباسی رو در بیاره. شون میگن اشکالی نداره، ولی اجازه بده من دو رکعت نماز بخونم، بعد هر کاری میگوی میکنم. میستن به نماز، رکعت دوم تو سجده دوم میبینن که مرحوم سید با نوکراشون و دستندرکاراشون ریختن تو خانه این شخص. مرحوم سیدم نفوذی داشت، عمالی هم داشتن ایشون برای اجرای کاراشون. ایشون اجرای حد میکردن، 70 نفر مجرم به دست سید کشته شدن، شمشیرشون هم هنوز هست، من دیدم. خیلی عجیب بوده. در از میریزن تو خانه این شخص و میان بالا سر مرحوم کلباسی. مرحوم کلباسی نماز رو تمام میکنن، به مرحوم سید میفرماین که شما اینجا کجا بودی؟ مرحوم سید میفرماید شما اینجا کجا بودی؟ بعد میفرمان من خواب بودم. مرحوم سید میفرمان پیغمبر خدا رو در خواب دیدم. فرمودن پاشو برو فلانجا شیخ و نجات بده دست این الوات. دقیقا آدرس دادن، ما هم طبق آدرس رسول خدا اومدیم اینجا و از پشتیبان ها اومدن پایین و مرحوم کلباسی رو نجات دادن. این مهم، این مشکل با دو رکعت نماز حل شده. یعنی این بندگان خدا وقتی میخواستن دعا کنن دو رکعت نماز میخوندن و حاجتشون رو میخواستن، به برکت این نماز تقرب پیدا میکردن، مشکلشون حل میشد. از صلات قربان و کل تقی، یا میفرماد از صلاتون معراج المؤمن، اون چیزی که یه مؤمن و مقامش رو ارتقا میده، میرد بالا به اون مقامات عالیه میرسد، این نمازه، معراج المؤمن. برکاتی که برای نماز هست، 400 آیه در قرآن راجع به نماز داریم. نماز چیز ساده ای نیست، بی خود نیست که آقا امام حسین در این فرصت کوتاه اظهار علاقه به نماز میکنن. میگن خدای تو میدانی که من دوست دارم نماز رو و اون شب رو به نماز و عبادت گذروندن. نه تنها خود امام حسین، راوی میگه من سر زدم تو خیمه های اصحاب ابی عبدالله، دیدم لهم دویون که دوی نحل، مثل زنبورای اصل که تو کندو صداهاشون رو تو هم میاندازن، تمام اینا مشغول نماز و قرآن و ذکر و ورد و عبادتن. اینا اصحاب امام حسین بودن. تو این شب معدود خواب نرفتن، از خوشحالی، از ذوق و شوق خواب نرفتن، مشغول عبادت بودن. اینا برای ما درسه.
اگر امام حسین دوستیم و اگر توی همون دعاهامون دعا میکنیم اللهم اجعلنی مع الحسین، اللهم اجعلنی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین، اینه. اونا اهل نماز بودن، اهل عبادت بودن، اهل تقرب به خدا بودن. این اولی، نماز. دوم، خدایا من دوست دارم تلاوت قرآن را. ما در رابطه با این قرآن چند تا وظیفه سنگین داریم. وظیفه اول این است که تا میتونیم قرآن بخونیم. خود قرآن می فرماد فقر او ما تیسر من القرآن، هر مقدار میتونید قرآن بخونید، سواد دارید که از روی قرآن میخونید، قرآن رو حفظ دارید از حفظ میخونید. گرچه اونایی هم که سواد دارند حافظ قرآنن مستحب از روی خط قرآن نگاه کنن، اونایی هم که سواد ندارن اونام دستور است که نگاه رو خط قرآن بکنن. صبح به صبح بعد از نماز صبح لای قرآن رو باز کنن، رو خط قرآن یه مروری بکنن، خودش برکاتی داره. به هر حال این وظیفه اوله، فقر او ما تیسر من القرآن. وظیفه دوم این است اگر قرآن میخونن، اذا قرأ القرآن فستم او لهو و انستو لعلکم ترحمون، باید آرام باشید، ساکت باشید که انسات به معنی اینه. یه وقت شما میشینید ساکتید ولی روحتون اینجا نیست، یه وقت نه ساکتید روحتون هم اونجا. وقتی قرآن خونده میشه توجه کامل باید به قرآن داشته باشید. اینم وظیفه بعدیه. وظیفه دیگری که نسبت به قرآن داریم همونیست که خدا به پیغمبر میفرماد ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف. امیرالمومنین ترتیل اینجور معنا کردن، با آرامش میخونید تمام حروف رو از مقاطع خودش شما تلفظ میکنید و از اون طرف سر وقفات جمله هایی که باید وقف کنی. خوب قرآن خوندن ترتیله. بعد دستور دیگه، البته خوندنش هم اقرأ القرآن به الحان العرب، با همون لحنی که قرآن نازل شده با همون ترتیب قرآن رو بخونن. چهارم تدبر در قرآنه، نخونید رد شید، دقت کنید کلمات و جملات قرآن، مفاهیم قرآن را بفهمید و رد شید. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وظیفه پنجم و تبع النور الذی انزل معه، باید عمل کنیم به قرآن. چهار تا وظیفه خدا برای ما تعیین کرده از نسبت به پیغمبر. الذین آمنوا به، ایمان به پیغمبر یک، و از ذرو احترام به پیغمبر دو، سوم و نصرو یاری پیغمبر، و چهارم و تبع نور الذی انزل معه، باید از قرآن پیروی کنن، عمل کنن. این وظیفه دیگه است. اینا وظایف ما نسبت به قرآن. و در روایت دارد این فرماد وقرأ ورقع، قرآن بخون و برو بالا. یعنی هر چه قرآن بیشتر بخونید با این شرایط که عرض کردم، مقام قربتون نسبت به خدا بیشتر میشه. آقای امام حسین که می فرماد من دوست دارم قرآن را، به خاطر این خصوصیاتیست که عرض کردم. ما هم اگر تابع امام حسینیم باید نسبت به قرآن همین وظایف رو عمل بکنیم. وقت میگویم ما خدایا روزیمون کن که همقدم بشیم با آقا امام حسین. اینم
مسئله دوم. مسئله سوم، فرمودن دوست دارم دعا را. دعا تعبیر بزرگان این است، میگن که قرآن کلام نازله و دعا کلام راقی است، حرفایی است که ما میزنیم که این حرفا بره بالا، همونطور که قرآن از بالا اومده پایین، دعا از پایین برد به بالا. و قرآن میفرماد که ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، اگر شما دعا نکنید ما به شما اعتنا نمی کنیم. یه مثال بزنم. دوائر دولتی، اداره برق، اداره گاز، اداره تلفن و امثال زاله، این اداراتی که هست، ممکنه که خود این اداره ها بدون مقدمه بیان برای شما انشاب بکشن؟ ممکنه؟ نه، باید تقاضا بدی، اونم چقدر ناز کنن تا بیان این ارتباط رو برقرار کنن. تلفن میخواید؟ تقاضا بنویس. برق میخواید؟ تقاضا بنویس. گاز میخواید؟ تقاضا بنویس. مجوز برای ساختمان میخواید؟ تقاضا بنویس. مگه میشه بی تقاضا کاری انجام داد؟ شروع کار با تقاضاست. تو دستگاه پروردگارم همین جوره، هر چه از خدا بخواهید که روایت داره خدا به حضرت موسی فرمود حتی نمک آشدم از خدا بخواه، ما هر چه از خدا خواستیم باید دعا کنیم. این دعا درخواسته. حالا حاجت ها مختلفه، شما دعا بکنید. الان ببینید قرآن وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه انبیا اینا دعا کردن. حضرت موسی میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. اوشون دعا میکنه برای اینکه خدا کمکش کنه بتونه تبلیغ بکنه. اون یکی فرزند میخواد، دعا میکنه. حضرت زکریا که خدایا فرزندی به من عنایت کن، حبلی من لدن که ولی ین یرسونی و یرسو من آل یعقوب وجعل رب رضیا. حضرت یوسف پادشاهی میخواد، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. و همچنین همه انبیاء، حالا خیلی دامنش گسترده است، تو قرآن که مراجعه بکنیم متوجه میشیم همه انبیاء برای خواسته های مهمشون دعا کردن. دعا یک واقعا چیز کیمیای عجیبیه، منتها شرایطی داره دعا که یک کتاب نوشته شده در شرایط دعا کردن که حالا وقتش نیست من عرض کنم، ولی در حال ما باید درخواست داشته باشیم بر مبنای نیازهایی که داریم. نیازهای ما هم که لا تعد و لا تحصاست، هرچی هم دعا بکنیم کم کردیم. خدا هم دعوت کرده، میفرماد که ادعونی استجب لکن، شما بیایید در خونه من تقاضاتون رو بنویسید، به شرطی که شرایط استجابت دعا فراهم باشه ما دعای شما رو مستجاب میکنیم. آقا امام حسین وقت میخوان که آخر عمرشون تو این لحظات کم بعد از مسئله نماز و بعد از مسئله قرآن و این حرفا دعا میخوان بکنند. دعای امام حسین هم نموناش دیدید، روز عرفه العظمت لله، اون دعای روز عرفه که در عالم نظیر نداره. اینجوری امام حسین دعا میکردن. در روایات دارد که آقای امام حسین عشق و علاقه خاصی به دعا داشتن. یه شخصی میگه وارد مدینه شدن در یه روزی که ظاهراً اونم روز عرفه بوده، میگه که رفتن مدینه،
دیدم که دو تا منزله، یکیش متعلق به آقا امام حسینه، یکی متعلق به آقا امام حسن مجتبی. در خونه آقا امام حسن مجتبی بازه، فقرا، ضعفا، غربا میان سر سفره رنگین امام حسن میشینن، ارتزاق میکنن، میرن. رفتم منزل آقا امام حسین، دیدم سفره دعا پهنه، زهاد، عباد، اینا نشستن مشغول ذکر و دعا هستن. عشق امام حسین به دعاست. ما اگر قدم به جای قدم امام حسین بذاریم، دعاها رو رها نکنیم. دعای کمیل، دعای ندبه و دعای دیگه، دعای سماد، که الحمدلله دست ما از دعا پره، که صحیفه سجادیه زبور آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. و گره های زندگیمون رو از دعا باز کنیم. و آقا امام حسین هم عشقشون همین بود که این آخر عمرشون رو صرف دعا بکنن. و اما آخرین مطلبی که فرمودن، گفتن من دوست دارم بعد از نماز و بعد از دعا و بعد از این حرف قرائت قرآن چی دوست دارم؟ اون آخری استغفار. الله اکبر، الله اکبر، استغفار. تعجب، استغفار کارش شویندگی است. یعنی انسانهای آلوده را استغفار پاک میکنه. ولو اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این استغفار چیز عجیبیه، دامنش خیلی وسیعه. ما اول خودمون باید استغفار کنیم، هر کی باشیم، حتی پیغمبر. 23 سال پیغمبر خون دل خورده، آخر کار دارن فوج فوج مردم میان به طرف اسلام. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. و خدا میفرمود به پیغمبر سه وظیفه داری: اولا سبح، دوم به حمد ربک، سوم و استغفره انه کان توابا. بعد از 23 سال پیغمبر خدا که در زیر این آسمان هیچ انسانی به عظمت پیغمبر نمیرسه، خدا به پیغمبر میگه باید استغفار کنی. تعجبه. نعوذ بالله، پیغمبر استغفار کرد؟ گناه کردن که استغفار کنن؟ نه، خود پیغمبر میفرماد ما عرفنا حق معرفتک. خدایا من پیغمبر و ماها نمیتونیم حق تو رو بشناسیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن. کی میتونه حق خدا رو ادا کنه؟ نعمت های خدا که لا توساس و انتعادو نعمت الله لا توسوها، نه پیغمبر نه غیر پیغمبر نمیتونن شکر نعمت های لایتناهی الهی رو انجام بدن. وقتی کم میارن باید استغفار کنن. پیغمبر با اون صدمات و با اون خدمات میفرماد خدا بهش تو باید استغفار کنی. اگرم استغفار کردی خدا توبه تو قبول میکنه. استغفار، اون وقت خود انسان باید استغفار کنه. ملائکه برای مؤمن استغفار میکنن. برای کیا؟ برای شما که اینجا نشستی. ملائکه، ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم. شما اومدید اینجا یه چیزی یاد بگیرید.
قدم که برمیدارید رو بال ملائکه میذارید و ملائکه برای شما استغفار میکنن. یستغفر و لطال بالعلم حتی الهیتان فلبهار. میفرماد که تمام موجودات حتی ماهیان دریا برای کسانی که میرن طلب علم میکنن لازم نیست که مدرسه و حوزه علمیه و نمیدونم روحانی این حرفا باشه. همینا که میان توی این مجاله چیز یاد بگیرن. عجیبه. تمام موجودات استغفار برش میکنن. حتی الهیتان فی البحار. حتی ماهیان دریا. عجیب می؟ سه برابر زمین دریا داری. چقدر ماهی توشه؟ فقط ماهیای دریا را اگه بشماریم چقدر میتونیم بشماریم؟ طلب رو مغفرت میکنن. خلاصه ما نمیتونیم قسم بخوریم هیچ گناهی نکرده. بر فرضی هم گناه نکرده باشیم نمیتونیم بگم حق خدا را ادا کردیم. پس چکار باید بکنیم؟ استغفار. صبح استغفار، عصر استغفار، که خیلی مطالب درش هست. امام حسن مجتبی علیه السلام کسی اومد خدمتشون، روزی میخوام، گفتن استغفار کن. فرزند میخوام، گفتن استغفار کن. هر چه گفت گفتن استغفار کن. بی خود نیست. آقا امام حسین میفرماد خدایا من دوست دارم استغفار را. بنابراین ما باید این مسئله رو توجه داشته باشیم که تمام حرفا توی یک کلمه خلاصه میشه که ما باید ارتباط با خدا داشته باشیم، حالا یا از طریق نماز، یا از طریق تلاوت قرآن، یا از طریق دعا، یا از طریق استغفار. ارتباطی با خدا. اون کسی که میگه خدایا دلم میخواد منم قدم بذارم جای قدم امام حسین و اصحاب امام حسین، اینا اینجوری بودن، ما باید اینجوری باشیم. خدا به انشاءالله بهمون توفیق عنایت کند. امروز یه مصیبتی برای آقا ابوالفضل بود که خب میدونید مصائب مختلفی رو تحمل کردم، ولی یه مصیبت برای من خیلی دردناکه. وقتی که آقا از بالای عصر رو زمین افتادن، صدا زدن اخی ادرک اخاک، آقا امام حسین اومدن سر برادر رو به بالین گرفتن، فرمودن وصیتی داری؟ عرض کردن برادر اول وصیتم اینه که خون و خاک را از چشمان من برطرف کنی تا یک بار دیگر چهره نورانی شما را زیارت کنم، و وصیت دومم اینه تا من زنده ام مرا به خیمه ها مبرید برای اینکه به سکینه وعده آب دادم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا و لمن له حق علینا، اللهم اقض حوائجنا و اکف مهماتنا، اللهم أيد إمام زماننا، عجل في فرجه وظهوره، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، اللهم أجب ما سألناك، وما لم نسأل بجاه محمد وآله.